سلام. در افغانستان وضعیت بسیار وخیمه، مردم گرسنه‌اند، زلزله اومده در استان پکتیکا، بیشتر از 1500 نفر کشته شدن. امروز می‌خوایم در مورد صحبت‌های مایک والاس، نماینده پارلمان اروپا از ایرلند صحبت کنیم. صحبت‌های بسیار قابل تأمل نشون میده نگاه غربی‌ها نسبت به انسان‌ها چیه و در نظر اونا انسان‌ها برابرن، اما بعضیا برابرترن. همونطوری که در برخورد با مسئله اوکراین الان دارن مهاجرین افغانستانی و عراقی و حتی ایرانی رو میفرستن رواندا، جایگزینشون اوکراینی ها رو میکنن. اوکراینی ها از خودمونه، چشاشون آبی موبورن، اینا نه کلسی ها آوارن. این مفهوم انسانیت در مورد غربی ها. خب مایک والاس چی میگه؟ مایک والاس نماینده ایرلندی پارلمان اروپا در یک نشست پارلمان اروپا با موضوع افغانستان درباره نیاز فوری مردم این کشور به کمک‌های غذایی هشدار داد. این نماینده پارلمان اروپا طی سخنانی در نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ، مقر این پارلمان، مواضع آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال افغانستان را محکوم کرد. والاس با یادآوری نقش‌آفرینی آمریکا و عربستان سعودی در ایجاد طالبان، مواضع غربی ها را در ارائه کمک های مالی برای کمک های تسلیحاتی به اوکراین و کمک نکردن به افغانستان برای تأمین مواد غذایی را محکوم کرد. میخوام یه نقدی از خودم بکنم. اینو بقیه میگفتن، منم تکرار میکردم. یه زمانی که برانداز بودم، بعضی هنوز پیام میدن. این پیج اصلی من، پیج اولی من، خیلی از براندازا توش بودن. من اون زمانم مواضع براندازانه نه، زمانی بود که تازه داشتم تغییرم میکردم. تو پست و توییت هایی که گذاشتم هم کاملا مشخصه، چون که ما اوسم چیزی ندیدیم، کسی رو ندیدیم. این غربشه، اینم براندازا در به داغونش، همه وابسته، مزدور، نوچه، و از مرحله دشمنی به جمهوری اسلامی رسیده به مرحله دشمنی به ایران. اینو کار نداریم. یادم میاد تازه آمریکا به افغانستان حمله کرده بود، میگفتیم، میگفتن و ما هم تکرار میکردیم افغانستان به زودی آلمان میشه، ژاپن میشه، آمریکا هر جا بره اونجا رو ساخته. الان کارگرای ایرانی به زودی کوچ میکنن میرن افغانستان. پس از 20 سال در افغانستان چی شد؟ کشت مواد مخدر 10 برابر شد، طالبان دوباره برگشتن و نتیجهش گرسنگی و فقر و بدبختی و دربدری مردم افغانستان. نمی گفتیم بابا ژاپن و آلمان اینا قطبای صنعتی جهان بودنه، یک طرف جنگ جهانی اول و دوم بوده، داعیه دار قدرت اول جهان بوده، ژاپن نمیدونم ناو هواپیما بر داشته تو جنگ جهانی دوم، آلمان بزرگترین ناوگان زیردریایی جهان داشته اون موقع. نه، هر جا آمریکا رفته ما هم تحت تاثیر تبلیغات مسموم، این توف سر بالاست رو صورت هممون. ما فریب خوردیم، فریب همین رسانه‌های دوزاری. امروز در افغانستان چی میگذره؟ امروز در افغانستان جز فقر و مرگ هیچی نمیگذره. یه تبانی بود آمریکایی‌ها با طالبان کردن، خودشون اینا رو ساختن، القاعده رو ساختن. خانم هیلاری کلینتون گفت تو جنگ با زمانی که شوروی به افغانستان اومده بود کمک میکردن به همین مجاهدین، به القاعده، به بن لادن، واسه ضربه زدن بر علیه روسا. بعد برگشت سمت خودشون، چاه مکن به هر کسی. خب مایک والاس میگه شما برای اوکراینیا پول دارید، پول از هر نقطه جهان باشه فراهم میکنید تا سلاح بخرید بفرستید برای اوکراینیا، اما پول واسه مردم گرسنه و بیچاره افغانستان ندارید که دوچاره قحطی و جنگ و زلزله هم شدن. افغانستان از ما نیست، موبور و چشمابی نیستن که اوکراینیا، یعنی غرب بدون روتوش. ما بعد از جنگ روسیه با اوکراین دیدیم که اون پشت اون مفاهیم انسانیشون قایم می شدن، مفاهیم جهان شمول. بعد نه، مشخص شد موبور و چشمابی ها انسانی ترن، اونا حقوقشون بیشتره. این نقاب ها افتاد بعد جنگ اوکراین افتاد. مایک والاس با یادآوری نقش‌آفرینی آمریکا و عربستان سعودی در ایجاد طالبان، مواضع غربی‌ها را در ارائه کمک‌های مالی برای کمک تسلیحاتی به اوکراین
و کمک نکردن به افغانستان برای تأمین مواد غذایی محکوم کرد. قانونگذار پارلمان اروپا آمریکا و ناتو را عامل نابودی افغانستان طی 20 سال اخیر خواند و به غربیا اشغالگری 20 ساله آنها را در این کشور یادآوری کرد. او در نشست پارلمان اروپا گفت: آقای رئیس، از شما ممنونم. این موضوع آنقدر افسرده کننده است که نمی شود درباره آن صحبت کرد. آقای بنت، شما برای ما نمایندگان پارلمان اروپا درباره اینکه اوضاع چقدر بد است صحبت کردید و اینکه طالبان چقدر بد هستند. البته ما این ایده منصفانه را داریم که آنها آدمهای خیلی خوبی نیستند. این قانونگذار ایرلندی پارلمان اروپا ادامه داد: اما من به نوعی شگفت زده شدم، چرا که شما اظهاراتتان را در یک چارچوب و قالب مناسبی قرار ندادید، چرا که فهم مسائل اگر در چارچوب و قالب مناسب قرار نگیرد خیلی سخت است. مایوالان گفت: من نمیخواهم به سالهای خیلی قبل برگردم، اما ریشه طالبان به مجاهدین برمیگردد. بله، که توسط آمریکایی ها و سعودی ها روی پای خودشان قرار گرفتند و سپس برای 20 سال اخیر آمریکایی‌ها و کشورهای عضو ناتو این منطقه افغانستان را نابود کردند. آنها حقوق بشر مردمی که طی 20 سال اخیر در افغانستان را زندگی کردند را از بین بردند. یه زمانی فکر می‌کردند کشورهای غرب آسیا که آمریکا ناجیه. ناجی ماست. آمریکا طرفدار حقوق بشر. غربی‌ها اینا نگاهشون کاملا انسانیه. ولی همه اینا به دنبال منافع خودشون بوده. آمریکا اومده بود تو افغانستان بمونه تا هم مواظب ایران باشه، هم از او بر روسیه رو تحت نظر داشته باشه، هم چون افغانستان هم مرز چینه، چین رو تحت نظر داشته باشه. بحث سود فایده بود. و پس از 20 سال بوم افغانستان رو ترک کردن، مردم رو به قول ما سر تو گل گذاشتن و امروز افغانستان با مرگ، قحطی، جنگ، نمیدونم وحشیگری، افراطیگری روبروه. مسئولیت آمریکا و غربیا در این 20 ساله هیچ بوده. چه مسئولیتی بوده؟ الانم فقط اوکراین رو بچسب، سینه بزن واسه اوکراین، سلاح بفرست، مردم اوکراین کشته بشن مهم نیست، فقط تو اون جنگ قدرتی که با روس‌ها دارن بخوان منافع خودشون رو پیش ببرن. به کشورها اروپایی هم دارن بودجه نظامیشون رو افزایش میدن واسه خرید سلاح، نظامیگری. خرید سلاح از کی؟ از آمریکا. یعنی پدر سوختا توی جنگ و کشتار و خونریزی هم منافع خودشون رو چارچنگولی چسبوندن. یعنی از دل این بحران آمریکا وجودش با بحران ادامه پیدا میکنه و از درون این بحران ها منافع خودش رو تأمین میکنه. به همین سادگی، به همین راحتی بهش پوز دفاع از حقوق بشر میده. یوگسلاوی رو خودشون نابود کردن، این همه کشتار در یوگسلاوی صورت گرفت، بعد خودشون اومدن به عنوان ناجی پیمان صلح دیتون به همین سادگی یوگسلاوی رو تجزیه کردن. یوگسلاوی که سنتاً تو حوزه اروپای غربی نبود، ناتو نبود، پاشوندنش. آمریکا از درون این بحران ها تغذیه میکنه، خودشو قدرتمند میکنه. حالا این بحران اوکراین هم همینه. ترامپ میزد تو سر آقا اعضای ناتو، حق عضویتتون رو بدید، وگرنه این پیمان ملغا میکنم. هر چی التماس کرد کسی حق عضویت نداد. واسه چی بدن؟ دنیا امن امانه. بعد اومدن پا گذاشتن تو حق خلوت روسیه، پا گذاشتن رو گلو روسیه، با سیاست های تنش آفرینی کاری کردن که دیگه روسا مجبور شدن وارد اوکراین بشن، جنگ بشه. این دفعه دیگه اروپایی ها ترسون اروپایی ها رو که روسا ممکنه به شما هم حمله بکنه. حالا آلمان 100 میلیارد دلار بودجه نظامیشو افزایش داده، کشورها بقیه اروپا هم همینطور. خب این بودجه نظامی قراره چی بخرن؟ سلاح بخرن. مثلا آلمان 35 تا F-35 سفارش داده، 100 میلیارد دلار میخواد سلاح نظامی از آمریکا بخره. به همین راحتی چرخ اقتصاد آمریکا در این شرایط نامناسب با این کارخونه و کمپانی‌های بزرگ اسلحه سازی سفارش‌های کلان گرفتن. امپریالیست آمریکا هم اینجا منافعش تأمین میشه. حالا گور بابای مردم اوکراین کشته بشن
یا چی سرشون بیاد. همیشه همین بوده دوستان عزیز، تو ماجرای افغانستان، جنگ افغانستان که روسا اومدن هم همین بود، این مجاهدین و اینا رو تسلیح میکرد برن روسا رو بکشن، یا اون دولت نجیب الله بود که مثلا اونجا به شکست بیانجامه و حالا افغانی افغانی رو بکشه یا چی پیش میاد، بعدش القاعده نمیدونم، بعد از درون القاعده داعش به وجود اومد. اینا همه مولود همین سیاست‌های منفعت طلبانه امپریالیستی آمریکاست دوستان عزیز. اینا اون بادهایی بود که کاشتن، حالا طوفان شده. خب ببینم دیگه مایک والانس چی گفته. مایک والانس میگه آمریکایی‌ها 300 میلیون دلار در روز برای نابود کردن افغانستان هزینه کردن و حالا ما داریم آنها را گرسنگی میدهیم. برنامه جانی غذا تنها توانست 1/3 پولی که آنها در تلاش برای غذا دادن به میلیون ها نفر در از مردم به دست بیاورند. اما نه اتحادیه اروپا و نه آمریکایی‌ها برای دادن پول به میزانی که آنها، یعنی مردم افغانستان و برنامه جهانی غذا نیاز دارن، ندادن. اما اخیراً گفتن که دارن از افراد گرسنه برای تغذیه افرادی که در معرض قحطی هستن غذا میگیرن. اما ما هیچ اهمیتی به این موضوع نمیدهیم. مارک والانس میگه ما، یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا، میتوانیم همه پولهای سیاره زمین را برای سرازیر کردن تسلیحات به سمت اوکراین پیدا کنیم، اما نمیتوانیم به افغانستانیا غذا بدهیم، افرادی که طی 20 سال اخیر زندگیشان را از بین برده ایم. بله دوستان عزیز، الان فعلا سود و نفع آمریکا و غرب تو اوکراینه، افغانستان دیگه واسه اینا اهمیتی نداره. و عرض کردم که پناهندگان و مهاجرین که در انگلستان بودن دارن میفرستن چون رواندا. رواندا خب میدونی چه کشوریه، رواندا یک کشور آفریقاییه که طی جنگ های داخلی که 10-12 سال پیش بین دو قبیله توتسی و هوتو داشتن، بیشتر از 1 میلیون نفر انسان کشته شدن. یک مناسبات قبیله‌ای، جای خیلی خطرناکیه. حالا اونا رو فرستادنه که جای گزینشون مهاجرین اوکراینی بشه، اوکراینی از خود مونن. این هم نگاه غرب بود به انسان ها. خوب ما به عنوان ایرانی ها، برادران تاجیکستانی ها، افغانستانی ها، چون خیلی به خصوص در یوتیوب من دوستان تاجیکستانی زیاد دارم، بدونن که کس نخارد پشت من به جز ناخن انگشت من. این غربی ها، اینا همون به قول معروف استعمار گذشتن، فقط یک کاوری عوض کردن با یک گفتمان فریبکارانه اومدن جلو، ولی تهشون همون استعمارگرانن که فقط به دنبال منافع خودشونم. قربونتون برم دوستان عزیز. گفتم امروز صحبت های مایک والانس نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از ایرلند رو واسه شما برجسته کنیم که واسه اروپا، واسه اوکراین پول از کل سیاره زمین جمع میکنند، کما اینکه بایدن 45 میلیارد دلار پول اختصاص داد واسه کمک به اوکراین، تسلیح اوکراین، در صورتی که آمریکایی‌ها شیر خوش ندارند. بعد اینقدر وضع خراب شده که پنتاگون از بودجه خودش داره مقدار شیر خشک میاره واسه آمریکایی‌ها. الان فقط یا اوکراینو بچسب. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.